بسم الله الرحمن الرحیم. عصر همه شما هموطنان عزیز بخیر. بینیده برنامه دنیای ورزش از آریانا نیوز هستین. من سعید حتمن با شما هستم تا نیم ساعت این برنامه رو پیشکش میکنم. همچنان از شما دعوت میکنم تا پایین این برنامه با ما باشین. صحبت‌های مهمان ما رو همچنان خواهیم داشت. اما قبل از آن در مورد حضور تیم ملی فوتسال افغانستان باید صحبت کنیم. امروز تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان به کابل برگشت که مورد استقبال گرم ورزشکاران، ورزش دوستان و همچنان مسئولین قرار گرفت. مسئولین ورزش در میدان هوایی کابل گرده هم آمدن، از تیم ملی فوتسال افغانستان بامداد امروز میزبانی کردند و استقبال کردند که پس از مراسم استقبالی که در میدان هوایی کابل برگزار شده بود که همچنان نیروهای امنیتی را که میبینین حضور پیدا کرده بودند، کودکان، نوجوانان، حتی بانوان هم حضور پیدا کرده بودند، از تیمهایشان حمایت کردند، از تیمشان و این هم جوانان افغانستان که برگشتن به کابل با مدال نقره رقابت ها که همان نوع قهرمانی مسابقات میشه. به شدت مورد استقبال قرار گرفتن. پس از این هم در مراسم ویژه که مخصوص استقبال این تیم در نظر گرفته شده بود در جمنازیوم فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان، این تیم رفتن پس از شهرگشتی که داشتن و جاده های کابل را یک پس از دیگر تهیه کردن، آمدن به جمنازیوم فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان که مراسم ویژه تهیه دیده شده بود. در مراسم ویژه هم نظر محمد مطمئن رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان صحبت کردند. پس از آن هم آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان حافظ احمد زدران مسئول تیم و معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، کسی که رهبری تیم را در مسابقات قرقیزستان بر عهده داشت، در مراسم همچنان ضمن قدردانی و تقدیر از تیم ملی فوتسال افغانستان، این تیم مورد حمایت مالی هم قرار گرفت که یک از تجاران ملی از ولایت خوست مبلغ 100,000 افغانی را تحفه داد، اهدا کرد برای این ملی پوشان. ملی پوشانی که با کادر فنی جدید و تیم تازه تشکیل یافته شده با مسابقات مرکز آسیا یا کفا حضور پیدا کرد و تنها یک شکست را تجربه کرد. یک شکست که با نتیجه 10-3 برابر تیم ملی فوتسال ایران رقم خورد. پس از آن 3 بازی دیگر هم داشتیم که برابر تیم‌های ملی قرقیزستان، میزبان مسابقات تاجیکستان، همسایه نزدیک ما و همچنین ازبکستان، دیگر همسایه افغانستان در مرکز آسیا، که هر 3 بازی را به گونه متواری و با نتایج درخشان و پیروزی رسیدیم و جام نایب قهرمانی رقابت‌ها هم به ما تعلق گرفت. حافظ احمد زدران در حالی که در این مراسم سخنرانی میکرد، چهرهشون که در تصویر میبینین، از مسئولین رسانه آریانا هم سپاسگزاری کردن بابت نشر زنده رقابت ها و همچنان ستاره های فوتسال ما مورد تقدیر قرار گرفتن، ستاره هایی که با سرمربیگری آقای محمود سعیدی و همچنان دستیارشون که فعلا در تصویر هست آقای محسن رضایی در رقابت ها حضور پیدا کرد، این تیم دوست داشتنی و پرطرفدار که در رقابت های مرکز آسیا شگفتی آفریدن. صحبت هایی که ما با بازیکنان داشتم در خبر امشب هم پیشکش خواهد شد که آقای محسن رضایی اعلام کرد که رقابت هایی که ما رفتیم پله اول بود و برای پله های بعدی هم آمادگی کامل داریم، انشالله نتیجه بگیریم. بسیار تشکر و ما هم به نیابت از همکاران ما برای تیم ملی فوتسال ما موفقیت آرزو میکنیم، انشالله که در رویدادهای بعدی هم نتایج درخشان و هم مهمی را کسب بکنیم. اما باز هم امروز در مورد فوتسال یک از ولایات صحبت میکنیم. رقابت های فوتسالی در ولایت غزنی برگزار شده بود که در مورد امکانات، فعالیت ها و دستاورد های کمیته فوتسال در ولایت غزنی صحبت میکنیم که دور محمد نوازی مسئول کمیته فوتسال ولایت غزنی از روی خط اسکای فعلا با ما وصل هستند. آقای نوازی خیلی خوش آمدین، سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. سلام شما و تمام بینندگانی که از طریق تلویزیون آریانا ما را مشاهده میکنند. بسیار تشکر. آقای نوازی در مورد فعالیت های فوتسال در ولایت غزنی بگوین که چگونه سپری میشه و چه فعالیت های انجام شده برای فوتسال در غزنی. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق پلان و برنامه ریاست فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال ولایت غزنی که مساله برگزار میگردید، خوشبختانه امسال هم متفاوتر از سالهای گذشته برگزار کردید. درست، چند پیش شما یک سری مسابقات هم برگزار کرده بودین، کدام مسابقات بود؟ خب پیش از بازی های لیگ رسمی خود ما یک جام مقدماتی بین 16 تیم، تیم برتر و تیم علی خود ما برگزار کردیم که هدف این مسابقات به خاطر بهبود و ارتقای ظرفیت تیم ها بود که تاثیرگذار سر تیم های لیگ برتری با خیلی تاثیر خود را داشت.
درست. از نگاه امکانات کمیته فوتسال در چه حد و اندازه است در غزنی و همچنان اماکن ورزشی که برای فوتسال تهیه شده یا ساخته شده چگونه هست؟ خب سوال خوبی کردین. بیشتر از 18 جمع‌نظم در ولایت غزنی جمع‌نظم‌های خصوصی فعالیت دارن. متاسفانه که خود ما جمع‌نظمی ورزشی نداریم، ولی ما یک قرارداد به بین جمع‌نظم ثقافت اسلامی جمع‌نظم‌های خصوصی قرارداد داریم. ما همه ساله فلان برنامه مسابقات ما قد یک جمع‌نظم‌های خصوصی در ولایت غزنی. درست. چند لیگ را شما در غزنی برگزار میکنید؟ لیگ ها شامل کدام رده ها میشه؟ خب ما 4 لیگ داریم. لیگ الف داریم، لیگ برتر داریم، لیگ الف داریم، لیگ بی داریم، لیگ سی داریم و یک جام مقدماتی بین تیم های ولسوالی ها مرکز هم ما برگزار میکنیم. درست. تا کنون عضویت و همکاری های چند ولسوالی را با خود دارین از 18 ولسوالی که در غزنی هست؟ خب نمایندگی های اینچه را با قبلا حدود یک هفته پیش ما امرایش صحبت کردیم که چی پلان برنامه در سطح ولسوالی ها خریجات داریم. ما گفتیم به سطح ولسوالی ها خریجات ما یک طولمت سرتاسری بین ولسوالی ها خریجات برگزار میکنیم، ولی ما نمایندگی خاص برای ما خود نداشت یکی ما چی قسم ما برای از ما اینچه کده. ما گفتیم که در آینده نزدیک ما یک جلسه عمومی دیگه هم داریم. درست. فعلا راجستر شده کمیته فوتسال غزنی چند جمع‌نظم راجستر شماست؟ ما 18 جمع‌نظم راجستر داریم. 18 جمع‌نظم که با امکانات خوبتر هستند. درست؟ درست. چه فدراسیون ها و چه برنامه های جدید روی دست است برای فوتسال در غزنی؟ فلان برنامه سال آینده ما امسال فوتسال در ولایت غزنی بسیار علاقمند زیاد داشتند. به حدود 1000 تا 1500 نفر ما در هر بازی های لیگ برتر خود ما داشتیم. تصویر هم قبلا شاید پیش شما رسیده باشه، به صفحه اجتماعی هم و تصویر داریم. ولی ما جمع‌نظمی که حدود 2000 تا 5000 نفر بگیرم ما نداریم. جمع‌نظمی استاندارد نداریم. ما از لحاظ جمع‌نظم کمی تشویش داریم. درست. فدراسیون فوتبال افغانستان در این راستا با شما چه همکاری کرده؟ کمیته فوتبال افغانستان تا به روز امکانات برای ما داده نشده که ما برای ما یک جمع‌نظم جور کنه. یک جمع‌نظم مربوط تربیت بدنی که جوش تقریبا 80% کار از او تمام شده، ولی تا به روز در دسترس فدراسیون المپیک برای ما گذاشته نشده. درست. پس غیر قابل استفاده است جمع‌نظم تربیت بدنی؟ قابل استفاده تا به روز به بهره برداری سپرده نشده. درست. خودتان برای که بتانین حداقل یک از مراکز فوتسالی را فعال بکنین و حمایت همه جانبه تجاران ملی را داشته باشین، حداقل یک از تجاران ملی یا چند تن یک جا بسازین که بر شما یک جمناسیوم بسازه که مخصوص کمیته فوتسال غزنی باشه، آیا تلاش کردین در این راستا؟ خب از این ایزو تقریبا بیشتر از 5 لک دلار است، ولی متاسفانه در این شرایط کس 5 لک دلار سرمایه گذاری قدرم ده. گرچه ما با دو سه تجارای ملی خود ما دیدن کردیم باشون تشویق کردیم که بیاین یک جمع‌نظم استاندارد معیاری جور شوه، ولی او بودجه ای زوره که ما سنجیدیم بالاتر از 5 لک دلار است. درست. فوتسال در آغاز سال 1401 چگونه بود و پس از آمدن امارت اسلامی چه تغییراتی داشته؟ خب فوتسال در ولایت غزنی تمام برنامه خود ما زنده نگاه داشتیم. گرچه که جمهوریت سقوط کرد ولی امارات اسلامی به وجود آمد، ولی تمام برنامه فوتسالی خود را ما زنده نگاه داشتیم. مثلا جام مقدماتی پیش از بازی های لیگ رسمی خود ما بین 4 لیگ برتر خود ما برگزار کردیم که دو تیم مسعود قهرمان شد. او تاثیر خاص خود داشت که ما بر تیمای ما آماده تر خوبتر بازی های لیگ برتر ما شد. ما به تمام در کل جمع‌بندی کردیم که تمام برنامه‌های خود ما زنده نگاه داشتیم. ما نگذاشتیم که پراگنده شود یا این طرف اوستا شود. درست. سطح بازیکنانی که در غزنی هستند در چه حد و معیاری هست؟ انشالله این را برایتان گفته می‌تونیم که در سطح افغانستان در رده دویم و سوم انشالله قرار دارد. سطح فوتسال ما در ولایت غزنی به حد اندازه بالاست. انشالله که ما در رده دویم و سوم افغانستان انشالله که قرار داریم. اگر ارزیابی شوم در رده سوم افغانستان قرار داریم انشالله. درست. اما در بخش داوری چگونه؟
خب ما جا داره که تشکری کنیم از کمیته داوران. واقعا که امسال زحمت کشیدن، واقعا که امسال تلاش کردن. صد داوران ما ان شاء الله که برای شما گفته میتونیم که به لیگ قهرمانان افغانستان ما داور بزنیم میتونیم اگر بخواید نزد. درست درست. برای اینکه شما یک سر کورس های آموزشی در نظر گرفته میشه که لیسانس های مربیگری هست، لیسانس های داوری هست، شما در ولایت غزنی چی مربیانی دارین و سند هایی که تاله دریافت شده در چه درجه هاست و همچنان آیا کورس هایی در خود غزنی هم برگزار شده؟ بله، خب طبق پلان برنامه فدراسیون مرکزی باید یک سال پیش کورس های داوری یا مربیگری تو درخواست کنی و برای تو داده می شود. ولی ما تا با هنوز در بخش چه یک در بخش فرسال ما یک کورس داوری داشت. یک کورس. و سند مربیگری چگونه بوده در غزنی؟ سند مربیگری در بخش فوتبال و فرسال ما تا لیسانس دی ما داره. لیسانس دی. و در غزنی برگزار کردین از این کورس ها هم؟ آه با در غزنی شاید دو کورس یا سه کورس مربیگری تا لیسانس دی داشت. درست. آقای نوازی خود چه مدت میشه که ریاست کمیته فوتسال غزنی رو به عهده داری؟ مدت یک سال میشه. یک سال میشه. درست. در مدت یک سال تغییرات عمده ای که شما آوردین و تانستین او تغییراتی که انتظار داشتین دیگر افرادی که در رأس بودن بیارن نوردن، شما آوردین چی بوده؟ خب تمامش برمیگرده به یک مدیت درست. واقعا که فوتسال ما در حالت پیشرفت و ترقی است. این قضاوت میمونیم به تمام مردم دیار سنوی غزنوی چی برداشت کرد؟ از بیننده معلوم میشه، از طرفدارها معلوم میشه. ما انشاءالله که فوتسال ما رو به پیشرفت و ترقی است. همکارا تیم کاری و کادر فنی ما انشاءالله خیلی زحمت کشیدن، قلبا سپاسگزار شدم. درست. آقای نوازی اجازه بدین یک وقفه بگیریم، بعد از او هستیم با شما در ادامه برنامه. همچنان صحبت های شما را خود داشتیم با بینید دائما. وقفه میگیریم، پس از وقفه برمیگردیم با سن صحبت های آقای دور محمد نوازی مسئول کمیته فوتسال ولایت غزنی را بشنویم. ادامه برنامه دنیای ورزش را از آریانا نیوز میبینید. من سعید حتمن شما هستم. ادامه برنامه را همچنان دنبال بکنید. همچنان صحبت های آقای دور محمد نوازی رئیس کمیته فوتسال یا مسئول کمیته فوتسال ولایت غزنی را خواهیم داشت. آقای نوازی در مورد لیگ برتر فوتسال افغانستان بگین، ما تیم داشتیم از غزنی ای که من نمیدانم چقدر بازیکنان از خود غزنی بود، این ترکیب واقعا از خود غزنی است یا نه. در مورد تیمتان که در لیگ برتر فوتسال افغانستان حضور داره صحبت کنین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه تیم خراسان غزنی نمایندگی از غزنی میکنند که بچه های خود غزنی هست. الحمدلله که بچه های خود غزنی هست. ما نه از مرکز کمک خواستیم نه از دونی خود، تمامش مکمل بچه های غزنی. درست. شما بازیکنانی که برای تیم خراسان غزنی انتخاب میکنین چگونه هست روندش؟ لیگ برگزار میشه، روند انتخاب چگونه بود از تیم ها؟ خب روند انتخاب تیم خراسان مربوط خود باشگاه خراسان میشه، مثلا مربوط کلاب خراسان بوده. ما از هیچ کلابی حق نداریم که ما در تیم خراسان این چی کنیم. بر اساس لیگ برگزار میشه، ولی بر اساس لیگ ما به زون آمده، از زون در لیگ قهرمانان افغانستان راه پیدا کردیم. درست. همه ای بازیکنان حالا قراردادشون رسمی سابان گونه که در لیگ برتر فوتسال گفته شده قرارداد دارن با فدراسیون فوتبال افغانستان؟ فدراسیون مرکزی قرارداد رسمی کلاب خراسان غزنی داشت. درست. مربی این تیم از کجاست و مربیشون در چه سطحی است؟ مربی تیم شفیلای عزیز است، مربوط خود تیم خراسان است، از خود غزنی است. درست. پس شما کلن تیم رو تان غزنی زیزه ساختین، چه میگن؟ کاملا از غزنی انتخاب کردین. در مورد لیگ برتر خود ولایت غزنی بگوین، لیگ هایی که شما نام گرفتین برای من جالب بود، چهار لیگ را شما نام گرفتین، اما این لیگ ها در طول سال چند بار برگزار میشه یا شما فصل بار در نظر گرفتین، چگونه هست؟ خب لیگ ها سال یک بار برگزار میگشد در فصل فوتبالی یا فصل خزانی برش میگه. تیمی که قهرمان میشه در زونی، هر زونی که
زون شرق یا زون جنوب غرب ما در اونجا میریم. اونجا رقابت میکنه، اگر اونجا قهرمان شدن مستقیم در مرکز میریم. درست. تیم خراسان غزنه پس از زمین راه آمده؟ با پس از این راه آمده. پس از این راه آمده بازی هاشون در قندار برگزار شد. بعد از قندار راه پیدا کرده به تیم ملی لیگ قهرمانان افغانستان. درست. و بفرمایید بفرمایید. یک مژده بدم امسال، امسال که تیم مسعود قهرمان انشالله سطح فوتبالش خیلی بالاست، در زون رقابت میدانه. امسال که ما براتون اطمینان بدم که هم تا لیگ دستدوی لیگ قهرمانان افغانستان را پیدا میدیم انشالله. یعنی که از غزنی دو تیم خواهد آمد انشالله. درست. انشالله که دو تیم. درست. شما با توجه به صحبت هایی که داشتین برام جالب بودی که سطح مربیگری و داوری و بازیکنان همه را گفتین، اما ای که ما در ترکیب تیم ملی های از غزنی در فوتسال بازیکن داریم؟ در فوتسال بله. در ما امسال برای ما چه کده بود که در تیم 18 سال و 19 سال برای ما بازیکن معرفی کنین. ما یک بازیکن به نام علی معرفی کردیم که بدبختانه او ایران سفر کرده. یک بازیکن به نام مبین است که بازیکن تیم هفت ستاره روزه است، فعلا حضور داره همینجا، اگر از ما بخواین ما داده میتونیم. یک سمیر است، سمیر است که یکی از بهترین گلپیکرای ما دیگه زیر سن است، میتونیم عضو تیم عبد سال افغانستان است. درست. در مورد یک چیز دیگه برام بگوین آقای نوازی که شما با توجه به انتخاب هایی که خود مربیان از تیم ها انجام میتن، تیم های ملی و همه موارد، شما استعدادهایی که در خود ولایتتان هست را چگونه معرفی میکنید به فدراسیون فوتبال افغانستان تا اونا در دسترس داشته باشن که بدانند برای مربیان معرفی کنند که ما این بازیکنان را در همچون ولایت های داریم و اونا آشنایی داشته باشن با او؟ خب ما در قدم اول که برای ما یک ما دو ماه پیش برای ما داده میشه که برای ما بازیکن بده، ما ارزیابی میکنیم در سطح لیگ خود، ما ارزیابی میکنیم، ارزیابی کنیم کادر فنی خود وظیفه میده، ما میتونیم در تمام لیگ های افغانستان بازی کنیم. درست. در تیم های دیگر ولایاتی که در لیگ قهرمانان فوتسال افغانستان هست از غزنی بازیکن هست؟ نه خیر. درست. حالا با توجه به همه همین موارد، خودتان فوتسال ولایت غزنی را چگونه بررسی میکنین که در چی جایگاه هست؟ جدا از این مورد ردبندی که شما گفتین که شاید جایگاه اول یا دوم را داشته باشه، اما سطح فنی بازیکنان، مربیان، داوران را چگونه بررسی میکنین؟ از لحاظ فنی و مسلکی اگر مقایسه کنیم، برای فدراسیون فوتبال ولایت غزنی و کمیته فوتسال قناعت بخش است انشاءالله. درست. در مدت 20 سال که افراد دیگری که هم قبل از شما در پست ریاست کمیته فوتسال بودن چگونه کار کردن؟ کارکرد اونا رو چگونه بررسی میکنن؟ ولی کارکرد از قناعت بخش است، به خاطر از اینکه قبلا از ما کسی در این به نام استاد داوود خاکسار بود که وا دستاورد از تیم خراسان است که در لیگ قهرمانان افغانستان بود و دستاورد خوب داشتن. ان شاء الله که قناعت مردم غزنی را حاصل کنند در دوره کاری. در طول این 20 سال، حالا خوب شد شما یادآور شدین از دستاورد. دستاورد فوتسال تم چی بوده در مدت 20 سال همه مجموعه از ریاست‌های قبلی؟ آیا تنها خراسان غزنه بوده که شما معرفی کردید برای قهرمانان یا موارد دیگر هم بوده؟ خب تمام دستاورد 10 ساله یا 20 ساله فوتسال غزنی ما تیم خراسان است. پیش از لیگ قهرمانان افغانستان اگر برگزار می‌شد، ما 5 سال پیش 4 سال پیش ما تیمای قهرمانان افغانستان می‌بودیم. بدبختانه که تیم قهرمانان افغانستان به حدود 2 سال میشه یا 3 سال میشه به وجود اومده، لیگ سازی شد. درست. حالا برای آمادگی های شما برای که بتونید تیم خراسان غزنه رو حمایت خوب بکنید در رقابت های لیگ قهرمانان فوتسال افغانستان که حداقل تا ماه اپریل برگزار خواهد شد، چقدر آمادگی گرفته کمیته فوتسال که بتونه از هر نگاه امکانات، معیشت و همه برنامه ها را طبق روال که نیاز هست پیش ببرن؟ ما یک برای ما تذکر داده شده از طرف مرکز کمیته فوتسال که ما در این تاریخ لیگ قهرمانان افغانستان شروع میشه. قبلا ما یک جلسه داشتیم و تمام کادرهای فنی خود ما جلسه داشتیم، مربی تیم خراسان هم حضور داشته که انشالله ما از آمادگی ها ما آماده هستیم انشالله که هر امکاناتی که داشته ما در دسترسشون قرار دادیم. انشالله که ما مبارنده است، ما آمادگی کامل داریم. درست. یک موضوعی قبلا شما یادآور شدین از کمک های خود فدراسیون فوتبال بود که به گونه ای تقریبا نقدگونه بود.
حالا میخواین از فدراسیون فوتبال افغانستان از رهبریشون چه کار برای فدراسیون برای کمیته فوتسال غزنی انجام بدن که تا سطح ولایت غزنی هم از نگاه فنی از همه موارد خود در این حد و معیار که شما باورمند هستین از او استفاده شود؟ خب ما در قدم اول باید برای ما جمع‌جوزی استاندارد زیر نظر بگیرم، بعد از سر کادرهای فنی خود ما کلاب‌های خود فور میکنیم. به این راسته باید فدراسیون مرکزی خود ما همکاری کنند. در بخش های سیمینار، کورس های داوری، مربیگری ما خواهان هستیم که برای ما کورس ها را علی اقل سال یک دو تا سه سیمینار برای ما داده شد. شما رسما چنین درخواستی را از فدراسیون فوتبال کردین؟ درخواست کردیم، گرچه که یک دولت خود که جمهوریت ولی امارات اسلامی ما یک ذره مشکلات ها پیش شد، اگر نه این سال ما پیش از بازی های لیگ خود ما کورس داوری را داشتیم، در پلان داشتیم که سال برگزار میکردیم. درست. رقابت ها همان گونه که شما یادآور شدین، رقابت های دیگر هم روی دست هست در چند ماه، یک ماه دیگر که تقریبا باقی مانده؟ بله، ما جام مقدمات چه تورنمنت های متفرقه را در سر سر ولسوالی ها یا مرکز قریجات ما بر اعلان دادیم، اگر اینا حاضر شدن ما یک تورنمنت های متفرقه بین دو برگزار میکنیم. درست. و برنامه های سال 1401 تان چیست برای فوتسال غزنی؟ خب پلان و برنامه سال آینده در قدم سر کادرهای فنی کلب ها ما کار میکنیم که تا ظرفیت سازی شوه، بالاخره فوتسال ما داخل یک سیستم شوه. یک مثلا مسئله دومی سر مربیگری، کورس های مربیگری، باید دو کورس یا سه کورس مربیگری اگر ما بتونیم مرکز خدمت همکاری کنه، ما کورس های مربیگری دایر کنیم، دو کورس یا یک کورس مربیگری رو دایر کنیم. خب پلان سیومی ما به سطح ولسوالی ها و قریجات غزنی است. ما او استعدادهایی که در قره‌باغ و در مخور است او را باید ما ارزیابی کنیم، او استعدادهایی که در جاغری و مالستان است او را باید ما ارزیابی کنیم، او را ما بخواهیم، او را به جامعه ورزش فوتسال تقدیم کنیم، بالاخره که در ولسوالی‌ها و قریجات ولایت غزنی همچو استعدادهایی هست که تا به هنوز ما پسرش انشاءالله در سالهای بعدی خاط رفتیم، سفرهای خود را خاط داشتیم، انشاءالله باز برای شما شریک خواهد کنیم. بسیار تشکر آقای نوازی از اینکه در برنامه بودین. براتون موفقیت میخوایم، برای شما و برای کمیته فوتسال در غزنی موفق باشیم. بسیار تشکر. صحبت های آقای دور محمد نوازی، مسئول کمیته فوتسال ولایت غزنی رو شنیدین با هم یک جا. بسیار تشکر از همراهی شما هم که این برنامه رو دنبال کردین. امشب ساعت 11:30 و فردا ساعت 7:30 بامداد این برنامه رو میتونید که از آریانا نیز ببینین و بشنوین. وقت ما بخیر.